وزیر خارجه آمریکا برای دومین روز پی هم در کنگره این کشور به خاطر پاسخگویی درباره وضعیت افغانستان حضور یافت، جایی که دیپلماتان ارشد ایالات متحده از بحر روند خروج و تخلیه از افغانستان با پرسش‌های تند سناتوران مواجه می‌شوند. فروپاشی نظامی به این سرعت، این سقوط سریع در افغانستان یک واقعیت اساسی را نشان داد که دولت‌ها در طول سال‌ها در مورد دوام نهادهای نظامی و حکومتی افغانستان به کنگره دروغ گفتند و ما باید بفهمیم چرا. خروج شتاب زده نیروهای ما از افغانستان شکست ناگوار و نقیصه واضح و مرگبار بود. اما وزیر خارجه آمریکا بار دیگر از تصمیم اداره بایدن در مورد خروج دفاع می کند. او می گوید که آمریکا و متحدانش وضعیت افغانستان را از نزدیک دنبال می کند. طالبان تعهد سپرده اند که از فعالیت گروه های تروریستی به شمول القاعده و شاخه خراسان گروه داعش برای استفاده از خاک افغانستان به هدف تهدید به امریکا و متحدینش جلوگیری میکند. ما آنها را پاسخگو میدانیم، به این معنا که تنها به حرف آنها اتکا هم نمی کنیم. تهدیدها را بررسی خواهیم کرد و برای خونسا ساختن این تهدیدها در منطقه و تقویت عملیات های ضد تروریسم در صورت نیاز اقدام میکنیم. مقام های ارشد آمریکا باور دارند که تحریم های موجود بر طالبان به زودی لغو نخواهد شد، اما به گفته آنان کمک های بشردوستانه را برای افغان های آسیب پذیر تضمین می کنند. در کابل اما سرپرست وزارت خارجه طالبان گفته که از خاک افغانستان بالای هیچ کشوری حمله صورت نخواهد گرفت. این مقام طالبان از منجمد شدن پول های افغانستان از سوی آمریکا نیز انتقاد دارد. او د افغانستان صوبات په افغانستان کې امنیت د افغانستان قراری د دې ټولې سیمې په ګټه ده، د دې ټولې نړۍ په ګټه ده. او که په افغانستان بندیزونه، فشارونه او تهدیدونه وي، له دې نه به هغه څوک ګټه اخلي چې هغه به نه د افغانستان په ګټه وي او نه به د نړیوالو په ګټه وي. بانک دیروز سه‌شنبه در صنایع آمریکا انتقادهای زیادی از خروج نیروهای این کشور از افغانستان مطرح شد. با آن هم سناتوران از روند انتقال دو هفته‌ای از میدان هوایی کابل ستایش کردند و آن را یک تلاش بزرگ دانستند.